خب دوباره قسمت ویژول داریم، البته با یه فاصله خیلی کوتاه. دلیلش هم اینه که قرار بود که بولچو زب بشه، ولی محمد شدیدن سرما خورد، انقدر شدید بود که اصلا دیگه گفتیم کنسل کنیم و من اومدم که ویژول زبط کنم. خیلی هم یهویی شد. الان دقیقا ساعت 8:37 روز چهارشنبه است و اگه نت اذیتمون نکنه شما باید این قسمت رو ساعت مثلا 10:30 ببینید. حدوداً 10 روز پیش یا یه هفته قبل اوپن ای آی شرکتی که چت جی پی تی رو زده، دال‌ای رو زده، رونمایی کرد از یه هوش مصنوعی جدید به نام سورا. این هوش مصنوعی کاری که میکنه اینه که شما تکست بهش میدید و از اون ور بهتون ویدیو میده. حالا مشابه این رو بخواید بدونید، هوش مصنوعی رانوی هست که اون همین کار رو انجام میده. من اومدم به بهانه این یه ویدیو درست بکنم که توش بگم که اولا که اصلا هوش مصنوعی چجوری میتونه یه پرامپت رو تبدیل به تصویر یا تبدیل به فیلم یا ویدیو بکنه، و از اون ور هم یه نگاهی به ویدیو اینتروداکشن اوپن ای آی که برای سورا توی یوتیوبش گذاشته بندازیم و بگیم که به درد تبلیغات میخورن یا نمیخورن. هوش مصنوعی وقتی که شما بهش دستوری رو میدین، مخصوصا توی میجرنی یا هوش مصنوعی هایی که تصویر و ویدیو تولید میکنن، میان تمام دستور شما که تشکیل شده از کلمات مختلف هستن رو تبدیل به کد یا عدد میکنه. از اونور این رو هم باید بدونید که هوش مصنوعی جایی هستش که همه دیتاهای اینترنت انگار ریخته شدن توش و در حقیقت وصل انگار به یه بیگ دیتای خیلی بزرگ که پر از عکس‌ها و فیلم‌ها و اطلاعات مختلفه. تصویرها تشکیل شده از هزاران پیکسلن. پیکسل همین مربع‌های ریزی هستن که کنار همدیگه تصویری رو می‌سازن. اگه عکس‌های بی‌کیفیت رو دیده باشین، وقتی زوم بکنین روش متوجه بی‌کیفیتیشون بشین، در حقیقت دارین اون مربع‌ها رو می‌بینید کنار همدیگه هستن و هر چقدر خب این پیکسل‌ها بیشتر، این مربع‌ها بیشتر باشن، عکس شما با کیفیت‌تره. از این بگذاریم، هر پیکسل یک کد رنگ داره، یعنی در حقیقت هر کدوم از این مربع‌هایی که می‌بینید یه رنگ مختص به خودش رو داره و این رنگ‌ها هم تشکیل شده از سه رنگ قرمز و سبز و آبی یا همون RGB هستن و هر کدوم از اینها دوباره یک کدی رو دارن. حالا هوش مصنوعی میاد چیکار می‌کنه؟ از قبلی بیگ دیتایی رو این هوش مصنوعی داره و میاد استفاده می‌کنه از این کد رنگ‌ها. این کد رنگ‌ها رو تطبیق میده با اون کد پرامپتی که شما دارین و میتونه تصویر گاو پرنده رو به راحتی از طریق این کدها بسازه. این از هوش مصنوعی. امیدوارم که با توضیحات نیمچه تخصصی که دادم متوجه اون منطقی که پشت این هوش مصنوعی هستش شده باشین. الان بریم ویدیویی که از سورا اومده بیرون رو ببینیم با هم دیگه. خب چون این ویدیو طولانیه، من همش رو نمیذارم، یه تیکه‌هایش رو میذارم. نمیشه که همه ویدیوهایی که میبینید درست شده از طریق سورا یا همون هوش مصنوعی ویدیو ساز اوپن ای آی. اولیش نمیشه که یه کانگورویی که توی دیسکو دنس و داره میرقصه. فقط کاش صدا داشتیم ویدیو. خب همونجور که دیدین یه کانگورویی بود که داشت میرقصید و هیچ جای این ویدیو رو ندیدید. این ویدیو کاملا یه دونه تکه و سورا این رو ساخته، هوش مصنوعی این رو ساخته. یه سگی که داره تو برف بازی میکنه و سرش رو در حقیقت تکون میده و ببین اصلا یعنی دیتیلی که توش به کار برده عجیب غریبه. این موهای سگه رو نگاه بکن، چشمش که نور افتاده، همه اینا ویدیوه. یعنی تو میجرنی قبلا ما اینجوری بودیم که چقدر خفنه، الان دیگه ویدیوش اومده، یعنی تو هرچی میزنی ویدیو میگیری. خب این فکرم خیلی خفن باشه. تو این گفته یه تریلر بساز از فضا و حالا یه سری چیز داده، یه سری دیتیل داده که خیلی خفن ترش میکنه. بلو اسکای یا سال دیزر، بیابونه مثلا نمکی و آسمون آبی و استایلش هم سینمایی باشه و حتی اومده مثلا زومش هم گفته که 35 میل باشه.
و میبینید که چقدر خفن و با دیتیل این اتفاق. میبینی اصلا یعنی صورت آدمه رو تو تو ویدیو واقعی اینقدر نمیتونی واقعی بسازی. این یکی اومده که میگه که یه ویدیویی کلوزآپ بساز از دوتا کشتی که در حال جنگیدن هستن ولی توی یه دونه فنجون قهوه. این فکر کنم دیگه خیلی عجیب باشه اصلا، یعنی عالیه. دوتا کشتی توی از این کشتی های چیز هم هست، دوزای دریایی هست که روی فنجونن و دارن. یعنی اصلا اینا ببین تو واقعیت که نشده دیگه، تو چجوری میخوای دوتا کشتی رو انقدر بکنی بعد توی فنجون در حال جنگیدن با هم دیگه باشن و خیلی بتونی هنر کنی، بتونی استاپ موشن بسازی. ولی این اومده این رو ساخته. همونجوری که دیدین هوش مصنوعی خیلی خفن داره میتازونه. اون اول که چت جی پی تی اومد همه اینجوری بودن که این دیگه تهشه، ولی الان که یعنی سورا رو معرفی کرده بودم خیلی خفن از اون رام وی هم باشه. تو هر چیزی که میدی میتونی ویدیوش رو بسازی و آینده ای که هست ما یه پیش بینی تو سی جی آی کردیم و واقعا اتفاق افتاد. ما تو سی جی آی گفتیم که آقا 2 روز دیگه همه تبلیغات سی جی آی میشن و یعنی تو اینستا رو باز میکردی همه بدون استثنا سی جی آی زده بودن. این هم من الان دارم اینجا تو این ویدیو میگم، 2 روز دیگه همه از طریق همین سورا یا از همون رانوی از این هوش مصنوعی استفاده میکنن. من اینو ببندم این دقیقه و تبلیغشون رو میسازن و این که میگن که آقا بیکار میشن آدم ها، به نظر من این نیستش. اگه تو طراح باشی، تدوینگر باشی، کارگردان باشی، هر کسی باشی، یه وسیله ای که تو کارتو میتونه خیلی سریعتر بکنه، خیلی راحتتر بکنه. این هم هستش که تو اگه خودت رو وفق ندی و با سواد تو این حوزه نشی قطعا از آینده عقب میمونی و هرچی میره جلوتر همه کارها به سمت هوش مصنوعی میره. توی تخصصهای مختلفم هر چقدر تو بتونی توی هوش مصنوعی اون زمینه با سوادتر بشی طبیعتا خیلی خواهانت بیشتره و قطعا هم به این سمت میره صنعت تبلیغات که اکثر چیزاش با هوش مصنوعی بشه. همونطور که فکر کنم یکی از تبلیغات کوکاکولا کلن با هوش مصنوعی کار شده بود. اتفاقی که همه جهان دارن میرن سمتش. اینکه ایران میخواد چیکار بکنه فعلا که جایی رونمایی نکرده از اینکه هوش مصنوعی استفاده بکنه. فکر میکنم که فلایتیو توی بیلبورداش حس میکنم که یه سری از مونتاژاش رو از طریق هوش مصنوعی انجام داده بود، کامل نه ولی خب یه تیکایش رو فکر کنم از هوش مصنوعی استفاده کرده بود. ولی یه جای خیلی خفنیه که آدما میتونن تو جوش بکنن. ایران هم متاسفانه به خاطر اینکه تحریم و فیلتر و این داستان هستش اونقدر جای کار نداره، ولی میارزه که با یه وی پی ان خفن شما برید یاد بگیرید و حرفه بازار بشید. قطعا آینده دست هوش مصنوعی مخصوصا تو صنعت تبلیغات میتونه هزینه ها رو خیلی پایین تر بیاره. یه ویدیویی که پروداکتش خیلی گرونه میتونه با یه هوش مصنوعی ساده با یه پرامپت کار در بیاره. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. فکر کنم سریع ترین ویدیوی بولشون توی این 42 قسمتی گذشته هستش هست به خاطر اینکه محمد از طرفی مریض شد و منم بی نهایت درگیر بودم و سفر بودم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، ویدیو رو شیر نکنید یا بکنید، اگه دوست داشتید شیر بکنید. تا هفته دیگه منتظر باشید محمد رو قوی برگردونیم به بازی. زیادی اومدم تو چنل، یه ذره محمد بیاد. مرسی تا یه ویدیو دیگه. بدرود.